دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خوش اومدید. در این ویدیو میخوام بهتون چند تا تکنیک فوق العاده موثر معرفی بکنم که میتونید برای تقویت مهارت صحبت کردن یا مهارت اسپیکینگ ازشون استفاده بکنید. یک وبسایت فوق العاده مفید هم جدیدا کشف کردم که بهتون معرفی میکنم امروز و میتونید از این وبسایت برای تقویت مهارت اسپیکینگتون استفاده بکنید. پس یادتون باشه این ویدیو رو تا آخر ببینید. اگه اولین باری که یکی از ویدیوهای کانال یوتیوب من رو میبینید و هنوز عضو کانال نشدید لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید اگرم ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید تا یوتیوب این ویدیو رو به تعداد بیشتری زبان آموز نشون بده تکنیکایی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم همه بر اساس نتایج تحقیقات آموزش زبان و تجربه معلمان بسیار خوب و زبان آموزان بسیار بسیار موفقه البته من بعضی از این تکنیک ها رو توی ویدیوهای دیگه جست و گریخته بهشون اشاره کردم ولی خیلی از بینندگان کانال از من خواستن که این تکنیک ها رو بیشتر دربارشون توضیح بدم و در قالب یک ویدیو ارائه بکنم بریم سر اصل مطلب این تکنیک ها یکی دوتاشون بهتون کمک میکنه که بتونید ساختارهای اصیل زبان واژگان اصیل زبان رو برای خودتون جا بندازید و بتونید از اونا استفاده بکنید و یکی دوتاشون هم بهتون کمک میکنن که بتونید سریع و روان بدون مکس بیجا و منومن من نومن کردن بکنید. نکته مهم اول که من همیشه به همه زبان آموزا میگم اینه که مهارت سپیکینگ یا صحبت کردن چیزیه که شما فقط میتونید از طریق گوش دادن خیلی زیاد و مستمر و صحبت کردن تقویتش بکنید. هر چه قدم شما بشینید کتابای مختلف بخونید، دیکشنری‌های مختلف بخونید، تا زمانی که حسابی گوش نداده باشید، فیلم، پادکست و غیره و تا زمانی که تمرین صحبت کردن نکرده باشید، این مهارت تقویت نمیشه. اولین تکنیک ترانسکریپشن یعنی هر چیزی که میشنوید بنویسید فیلم بذارید برای خودتون یا پادکست بذارید یا همین وبسایتی که آخر ویدیو معرفی میکنم رو برای خودتون بذارید گوش بدید و عبارت به عبارت کلمه به کلمه جمله به جمله بنویسید حالا اینکه تایپ کنید یا روی کاغذ بنویسید هیچ فرقی نمیکنه اما چرا میگم بنویسید ببینید علت اینکه میگم بنویسید اینه که ذهن ما معناگراست یعنی وقتی که شما دارید با یه نفر صحبت میکنید یا یه چیزی رو میشنوید اگه ذهنتون معنای اون جمله یا اون عبارت رو بشنوه دیگه به گرامرش به ساختارش به واژگانش به جزئیاتش خیلی دقت نمیکنه نوشتن به شما کمک میکنه که کل حواستون رو معطوف بکنید به ساختارها و کلمات زبان پس این یه تمرین سخته که شما میتونید مثلا روزی 20 دقیقه نیم ساعت بشینید و به صورت متمرکز انجامش بدید و مطمئن باشید که نتیجه میگیرید این تکنیک به خصوص به شما کمک میکنه که شما به مرور یاد بگیرید انگلیسی فکر بکنید <متصفيق> تکنیک دوم که به شما کمک میکنه که شما بتونید برای هدف صحبت کردن واژگان گرامر و تلفظتون رو تقویت بکنید بهش میگن شادوینگ یا تکنیک سایه که قبلا توی یکی دوتا از ویدیوها بهش اشاره کردم تکنیک شادوینگ اینجوری انجام میشه خب کاری که من میخوام بکنم اینه که یه پادکست انتخاب میکنم و بعد کلمه به کلمه عبارت به عبارت و اگه بتونم جمله به جمله تکرار میکنم like What feels like an elevator? Except it's not an elevator. It... Except that it's not an elevator. <laughs> از گوینده تقلید بکنید این کاریه که من خودم سالها انجام دادم و هنوزم انجام میدم راستی اگه هنوز کانال انگلیسی من رو ندیدید میتونید بعد از اینکه این ویدیو تمام شد یه سری هم اونجا بزنید اون کانال کاملا به زبان انگلیسیه و اصولا من اونجا دیگه انگلیسی درس میدم این دوتا تکنیک همونطور که اول ویدیو هم گفتم به شما کمک میکنه که زیربنهای زبانتون رو برای هدف اسپیکینگ برای هدف صحبت کردن تقویت بکنید تکنیک بعدی به شما کمک میکنه که بتونید خیلی روان، سریع و بدون مکس بیجا صحبت بکنید. اسم این تکنیک 4 3 2 هست که البته من توی صفحه اینستاگرام هم این رو قبلا معرفی کردم زبان آموزای زیادی ازش استفاده کردن و همه‌شون هم برگشتن و من گفتن که چقدر این تکنیک موثر بوده چقدر این تکنیک مفید بوده در این تکنیک شما یه موضوع انتخاب می‌کنید و سعی می‌کنید 4 دقیقه درباره اون موضوع صحبت بکنید بعد از اینکه 4 دقیقه صحبت کردید 30 ثانیه استراحت می‌کنید و بعد سعی می‌کنید همون چیزایی که گفتید رو در مدت زمان سه دقیقه بگید یعنی تایم صحبت کردنتون یه خورده کم میکنید و مجبور میشید تندتر صحبت بکنید بعد دوباره سی ثانیه وقت میگیرید استراحت میکنید بعد همه اونایی که گفتید رو دوباره تکرار میکنید ولی این بار فقط در دو دقیقه این باعث میشه که شما سعی کنید خیلی سریع و تند صحبت بکنید اگه این کار رو شما به صورت مستمر انجام بدید و روی موضوعات مختلف مطمئن باشید که نتیجه بسیار بسیار عالی میگیرید توی این تکنیک بهتون گفتم که یه موضوع انتخاب کنید و دربارهش صحبت بکنید یه وبسایت هست که لینکش رو هم توی توضیحات ویدیو قرار میدم میتونید روش کلیک کنید و واردش بشید در این وبسایت 250 تا موضوع مختلف هست که شما میتونید نگاه کنید انتخاب کنید و دربارهش صحبت بکنید دیگه چی میخواید اما بریم سراغ اون وبسایتی که گفتم تازه کشفش کردم و بسیار بسیار برای تقویت مهارت صحبت کردن و همچنین گوش دادن مؤثره. آدرس این وبسایت esllab.com هست. که اگر روی قسمت listening activities بیاید میبینید که برای سه سطح راحت، متوسط و سخت محتوا داره. حالا برای مثال من روی سطح راحت کلیک میکنم و بعد واردش میشیم میبینیم که موضوعات مختلف اینجا هست همه اینها مکالمه های طبیعی هستن یعنی بین افراد به صورت طبیعی ضبط شدن و بعد نکته خیلی جالبش اینه که روی هر کدوم از اینا که کلیک بکنید علاوه بر صوتش متنش هم موجوده میتونید متنش رو نگاه بکنید و نکته جالبتر اینه که واژه های جدید هم در پایین صفحه تعریف شدن همونطور که گفتم این وبسایت رو شما میتونید هم برای لیسنینگ استفاده بکنید و هم برای تقویت مهارت صحبت کردنتون اینم از وبسایتی که بهتون قولش داده بودم اما یکی دو تا نکته مهم دیگه که همه زبان آموزا باید توی ذهنشون داشته باشن نکته اول اینه که آقا از اشتباه کردن نترسید وقتی که دارید صحبت میکنید همش نگران گرامر نباشید هرچقدر که شما بیشتر به فکر گرامر باشید بیشتر به فکر این باشید که آیا من دارم اشتباه میگم یا درست میگم بیشتر مکس میکنی و به مرور وسواس پیدا میکنی نسبت به غلط های گرامری سعی کن روان صحبت بکنی و این غلط های گرامری که داری با تمرین مستمر و با گوش دادن زیاد خود به خود به مرور برطرف میشه خیلی نگران نباش خیلی به خودت گیر نده یه نکته دیگه هم که خیلی ها نگرانش هستن همین بحث ترجمه کردن توی ذهن یا به فارسی فکر کردن شما نمیتونید از همون ابتدا که فرایند یادگیری زبان رو شروع میکنید یا حتی وقتی که به سطح متوسط رسیدید یه دفعه شروع کنید به انگلیسی فکر کردن همچین چیزی ممکن نیست این یه فرایند زمانبره و به مرور اتفاق میافته به خودتون استرس وارد نکنید حتی من که سالهاست دارم انگلیسی میخونم و سال هاست که دارم انگلیسی درس میدم سال هاست دارم توی کشور انگلیسی زبان زندگی میکنم کار میکنم بعضی جا مجبور میشم به فارسی فکر بکنم و اون جمله رو ترجمه بکنم یه مثال بخوام براتون بزنم اگه یه لوله کش بیاد خونه ما و من بخوام بهش بگم که این لوله رو من میخوام از اینجا بکشی اون طرف من حتما باید اینو توی ذهنم ترجمه بکنم چون که قبلا من با اون موقعیت مواجه نشدم یعنی من نمیدونم الان اون لوله رو از اون بکش ببر اونور. انگلیسیش چی میشه واقعا نکته مهم بعد اینه که تکرار رو فراموش نکنید تکرار 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 یه ساختار براتون مثال میزنم که من واقعا این رو فقط با تکرار یاد گرفتم I could have done that یا You could have told her یا uh, yeah. they could have solved this این ساختار you could have done something I could have done something این رو من با تکرار یعنی نشستم یه روز برای خودم کلمات رو جایگزین کردم I could have done that you could have done this uh, you could have solved this و به مرور تونستم این ساختار رو برای خودم به صورت اتوماتیک در بیارم دیگه لازم نبود که موقع صحبت کردن وقتی میخواستم بگم میتونستی این کار رو انجام بدی فکر کنم بگم ترجمهش چی بود به طور ناخودآگاه و اتوماتیک ساختار یو کود هاف میومد تو ذهن من پس تکرار رو دست کم نگیرید حفظ کردن رو هم دست کم نگیرید این دوتا کلید موفقیت در مهارت اسپیکینگ هستن برای همتون آرزوی موفقیت میکنم اگه از تکنیک خاصی استفاده کردید برای تقویت مهارت اسپیکینگتون حتما اون رو در قسمت کامنت بنویسید تا بقیه هم بتونن استفاده بکنن ممنونم تا ویدیوی بعد خداحافظ Thank you